خسته نباشید رفیق مهرداد، بسیار بحث مبسوط و جامعی بود و به هر حال بحث پیچیده و مفصلیه، در این چه احتمالی که رفقا بلافاصله بتونن واکنش نشون بدن کمه، ولی خب همونطور که میدونید یه هدف ما صرفا برگزاری جلسات نیست، بلکه تولید این محتواهاست که همه بتونن استفاده کنن و باشه به صورت یه آرشیوی که دوستانی که میخوان راجع به هر موضوعی مطالعه کنن با یه سری از نظریات رفقای نظریه پردازم آشنا باشن. از این لحاظ به هر حال قدماتش دراز مدت تر از فقط این جلسه است، امیدواری. به هر حال بحث امروزم اگر وقت نبود و به اصطلاح خاص ادامه پیدا کنه، همیشه فرصت هست جلسات دیگه هم داشته باشید. به هر حال خسته نباشید رفقای حاضر در جلسه، اگر مایلن میتونن دست بالا کنن و خودشون میتونن میکروفون و صداشون و یا تصویر و ویدیوشون رو باز کنن یا باز نکنن، به هر حال دست خودتون. کسی میخواد صحبت کنه یا سوالی داره از رفیقمون مهرداد، لطفا دستشو بالا کنه، علامت ریز هند رو به اصطلاح بزنه. حالا تا رفقای دیگه دست بالا کنن، من باز از فرصت استفاده کنم خودم یه چند تا سوال بندازم وسط. یکی دیگه، همونطور که خودتونم تو صحبت مقدماتیتون گفتین دفعه پیش، بحث حقوقی دولت یا جنبه سوسیولوژی که دولت یا جنبه سیاسی دولت، این تئوری های متفاوتی که داده شد یا تئوری اقتصادی دولت، اینا همشون به هر حال به یه شکلی به هم ربط دارن دیگه، و بعضیا ربطشون خیلی بیشتر و دقیق تره، بعضیا خب خیلی به صدا محدود تره، ولی به این معنا هر کدوم به خاطر این ارتباطات نشون میدن صرفا یه جنبه ای از تئوری دولت هم. هیچ کدوم از این تئوری اقتصادی، سیاسی، حقوقی یا به اصطلاح اجتماعی نمیشه گفت تئوری کامل دولته. هنوز به اصطلاح اون جمع‌بندی که حالا اینا رو به هم وصل کنه به نظر من یه ذره به اصطلاح پیچیده تره و یکی از مباحث تئوری دولته که هنوز به اصطلاح نمیشه گفت تئوری کاملی ما سرش داریم، حتی از جانب به اصطلاح تئوریسین های بورژوا، چه برسه از جانب به اصطلاح نیروهای مخالف و چپ یا مارکسیستا. مارکسیستا هم که همونطور که خود شما گفتید، خود مارکس تازه میخواست کاپیتال رو کنکره تر کنه با وارد مبحث دولت شدن، یعنی از تولید شروع کرد ولی با دولت تازه این رو میتونی مشخص کنی، این وجه تولید سرمایه داری، تازه بعد از اون میتونی به پردازی به بازار جهانی، چون نقش حالا این مجموعه در بازار جهانی و اقتصاد جهانیه که حالا یه سرمایه داری رو به معنی مشخص جلوی ما میذاره. در مارکسیزم هم متاسفانه با اینکه اشارات زیادی خود مارکس، انگلز و دیگر مارکسیستا کردن، ولی واقعا نمیشه گفت ما هنوز تئوری کاملی داریم از دولت. میخواستم ببینم شما حالا از این حوزه کلی، از این دید کلی به صلاح تئوری عمومی دولت، اگر به صلاح نکاتی دارینم اضافه کنید، خیلی میتونه کمک کنه به این صحبت که چجوری ما کمبودا کجاست برای اینکه این تئوری جامع رو پیدا کنیم، ارتباط این حوزه ها رو به هم دیگه پیدا کن. این یه جنبه از سوال من. یه سوال دیگه هم اینه که موقعی که از به اصطلاح نقش اقتصادی یا سیاسی یا هر جنبه ای از به اصطلاح عمل کرده دولت رو که ما بررسی میکنیم، موقعی که صحبت از اینها در سطح تئوریک میخوایم بکنیم، من یه اشکالی که میبینم به خصوص این در رابطه با دولت های مدرن، دولت های سرمایه داری، دولت های بورژوایی خیلی مهمه، این تفاوت بین
رژیم سیاسی و دولته، مثلا بین گاورمنت و استیت. یه جاهایی ما صحبت میکنیم از مثلا حتی سیاست مالیاتی، سیاست مالیاتی از رژیم سیاسی شروع میشه یه جایی، بعد ممکنه تبدیل به یه نهاد دولتی هم حتی بشه، ولی نقطه شروعش تناسب قوای سیاسیه و از رژیم سیاسی میاد. این دوتا رو با هم نمیشه یکی گرفت. خیلی جاها ممکنه یه رژیم سیاسی بیاد که اصلا با پایگاه اقتصادی این رژیم در تناقض باشه و کارهایی بکنه که اصلا به ضرر کل اقتصاد اون کشوره، یا به هر حال تناقضاتی داره. مثلا هم خود شما در رابطه با دولت ایران به این اشاره کردین دیگه، ما وجه تولیدمون سرمایه‌داریه، به هر معنی که شما بخواید تعریف کنین، روابط روابط سرمایه‌داری، همه چی کالایی شده در ایران هم. ولی در این جامعه یه نفر میتونه 50 میلیون داشته باشه، در جامعه انگلیس دو نفر 50 میلیون داشته باشن، سود متوسط به اصطلاح این جامعه رو توقع دارن کسب کنن. در ایران نه، اصلا احتیاجی به این نیست، یکی ممکنه 50 میلیون نداشته باشه، یکی میاد بهتون 50 میلیون در بید مفتکی که برید این کار رو بکنین، یکی دیگه 50 میلیون داره گردنش هم ممکنه از دست بده، نه تنها 50 میلیونش رو بگیرن، گردنش هم از دست بده. خب یه تناقض دیگه، نمیشه گفت یه قانون به اصطلاح معقول به اصطلاح عمل کرده سرمایه داری، در چه حتی تناقضات بین این دوتا میتونه پیدا بشن، جزی از دولت رژیم سیاسی هم، ولی تمام دولت نیست. یه سری نهادهای مثل ایدولوژیک، آموزش و پرورش، بهداشت، خدمات عمومی اینطوری رو دولت به صلاح در ضمن در بر میگیره. اینها یه بوروکراسی عظیمی رو تولید کردن که بدون اینا اصلا نمیتونی مملکت این وچه تولید به چرخه. دانش این جنبهش رو میخوام ببینم شما تا چه اندازه اهمیت این تمایز رو قبول دارید، چون به نظر من خیلی از بحث‌های سیاسی که میشه یا بحث‌های تئوریکی که میشه سر رابطه دولت و اقتصاد اشتباه میکنن رژیم سیاسی رو با دولت، مثلا میخوان نقش دولت در اقتصاد مثلا مقاله میدن، در واقع منظورشون مداخله رژیم سیاسیه در به اصطلاح اقتصاد، تا چه اندازه رژیم سیاسی مداخله کنه، در صورتی که نهادهای مجموعه نهادهای دولتی اساسا در بطن این جامعه سرمایه داری شکل، بدون اصلا خدمت به وجه تولید سرمایه داری شکل نمی گرفتن. بنابراین میخوام بگم این از نظر من این تئوری من خیلی توی این تجربه سیاسیم دیدم اشتباه، خیلی از تحلیلای رفقا از اوضاع خیلی وقتا برمیگرده به این عدم شناسایی این تمایز. راجب این خواستم بدونم چی شما میگید، میگم چون کسی دستش بالا نیست، من چند تا سوال هم بکنم، فاصله بین این که رفقا خواستن دستشون رو بالا کنن، شما میتونید هر کدوم این سوالات رو یه لابلا بذارید و جواب بدید. یکی دیگه شب این بود حقیقتش من این بحث تئوری ارزش از نظر دولت رو درست نفهمیدم. ببینید دولت یه سری به اصطلاح مخارج داره، یه سری درآمدا داره، درست؟ درآمدا و مخارجش رو الزاماً بر اساس قوانین ارزشی بنا نمیکنه، بر اساس اینکه چی لازمه بشه. خیلی جا تناسب قوای طبقاتی یه رژیم سیاسی رو آورده که میگه باید بیمه اجتماعی برای همه باشه، این بیمه اجتماعی برای همه بودن دیگه مطابق قانون ارزش تعیین نشده، از محصول اضافه ای که این جامعه تولید میکنه یه بخشش کنار گذاشته باید بشه برای این مخارج عمومی، این دیگه سهمی است که از محصول اضافه کنده شده اومده کنار، این که کجا پخشش میکنی مطابق برنامه است، مطابق امره، مطابق دستوره، مطابق تصمیمه. بنابراین این جنبه تئوری ارزش در رابطه با مالیات و کالاهایی که دولت دستشه، این من درست حقیقتش هنوز نتونستم درست بفهمم غرض شما از این تمایز چی رو میخواین توضیح بدید، با اینکه میفهمم
اینکه بالاخره هر چیزی برای دولت به صلاح جمع‌آوری مالیات باید به خرجش بیارزه. حالا خرجم صرفا معنی پولی کلمه نیست، به معنی تمام مشکلات و مسائلی که سر راه عقصه مالیات هست. به درست رابطه این رو با ارزش من نمیفهمم. عاقبت یه نوعی برنامه ریزیه. شما یه پولی دارید، برای این پول رو برنامه میریزید با چیکار باید بکنید. تصمیم تا به صلاح یه عامل اقتصادی که باعث شده این تصمیم رو شما الزامم بگید. خوزه اینو خواستم یه مقدار میشه توضیح بیشتر بدید، شاید به صلاح روشن‌تر بشه. یه نکته دیگه هم که در رابطه این تئوری اقتصادی دولت میخوام بگم، شما از جنبه مالیاتی توضیح دادید، از جنبه به صلاح رابطه سرمایه و دولت جنبه مالیاتیش رو خیلی دقیق توضیح دادید، ولی خب جنبه های دیگه هم داره این رابطه دیگه. یکی از مهمترینش هم که از اون اول در واقع رابطه سرمایه و دولت رو مشخص کرد، از دوله سلطنت های مطلقه، مسئله وامه، وام های دولتیه. سرمایه داری چجوری سرمایه تجاری یا سرمایه بانکی قبل از حتی وجه تولید سرمایه داری چجوری با دادن وام به دولت ها برای جنگ هم عمدتا وام های جنگی و وام هایی که به سری دولت ها وابسته می کرد به سری سرمایه مالی و بانکی و تجاری اون زمان، از این طریق بود که به تدریج ابزار دولتی رو زیر کنترل خودشون میگیرن یا کل دولت رو زیر یه مزیقه های بسیار اقتصادی و یه تنگناهای اقتصادی میتونن قرار بدن اگر به امیال بسیار سرمایه‌داری توجه نکنه. شما راجع به این جنبه توضیح ندید، نمیدونم تصادفی بود یا اینکه حالا یه دلیل خاصی داشت. خواستم همیشه این هم یه توضیح بدید. ببخشید من زیادی سوال کردم، شما خواستید یکیش حداقل جواب بدید تا رفیقمون، میبینم صمد علوی دستشو بالا کرده، میکروفون بدیم به ایشون سوال. تو راب عزیز، من به هر سوال تو جواب میدم ولی نه کامل، اصلا در واقع غیر ممکن هم است که بتونم به طور کامل به این سوالات رو جواب بدم. از زمین شلتر آغاز میکنم که حوزه کارمه. اگر بخوایم بگیم که در این چه که من امروز گفتم ارزش افسوده ملاحظات من چی بوده نسبت به تئوری اقتصادی دولت، باید بگم همین پرسش دوم تو بوده، یعنی تئوری ارزش از نظر دولت. این که این تمام ابعاد اقتصادی دولته نه، آیا این یه تئوری جامعه دولتی؟ باز هم نه. بنابراین من دعوی یه نظریه کامل ندارم. من در واقع در دو حوزه سعی کردم نگاهم رو بگم که رب پیدا میکنه به همین سوال دوم تو، تئوری ارزش از نظر دولت. خب که این تئوری ارزش از نظر دولت ربط پیدا میکنه به رابطه دولت و سرمایه اتفاقا در دوره معاصر، و اون مفهوم اکسید آپشنی که من آوردم، همین چیزی که تو به عنوان لون وام در واقع مطرح میکنی، که من گفتم تکس اصلا در وهله اول یک جور سرمایه گذاری مشترک بود و پارلمان در واقع بر این مبنا ایجاد شد. یعنی یک در وهله اول صاحبین سرمایه تجاری در غرب البته برای انجام جنگ ها به دولت وام میدادن و اون رو دولت بعد از اینکه جنگ رو میتونست به نتیجه برسونه به صورت غارت به دست می آورد و این غارت وام اونها رو می پرداخت. یعنی وام ها رابطه داشتند با بوتی، با اون به اصطلاح غنیمت جنگی و سوداوری که از این قلم رو نصیب شون شد. خب من چیزی که به عنوان تئوری ارزش ازش نام بردم معناش رو سعی کردم در اینجا روش مکس بکنم. تئوری ارزش عبارت هستش از چی؟ در وهله اول درآمد یا مخارج یه دولت. در وهله اول درآمد یه دولت. ما وقتی اگر بیایم از زاویه مخارج دولت صحبت کنیم، دولت میشه قاهر متعال، یعنی گویا دولتی که داره برنامه ریزی میکنه، همین چیزی که تو الان گفتی، دولت برنامه ریزی میکنه، به هر حال باید یه خدماتی رو بکنه، یه دستگاه جنگی بسازه، غیره و غیره. ولی دولت نمیتونه بیش از درآمدش خرج کنه. بنابراین پایه اقتصادی تئوری دولت تکسه، یعنی درآمدش، اینکامشه.
و اینکام یه نوع نگاه اصلا از خود مفهوم تکس هم همین هست، استیمیت کردن ارزش. ولی ارزش نه به وسیله بازار چجوری گذاشته میشه، اونجوری که دولت ارزش رو میفهمه. و دولت چگونه ارزش میفهمه؟ میزانی که بتونه مصادره بکنه، به تصاقب در بیاره کالا، و میزانی که اون کالا یا صاحبین اون کالا قدرت مقاومت در مقابل این تصاحب داشته باشه. نکته اصلی اینه که ما مفهوم ارزش رو در روابط والنتری، در روابط ارادی مبادله کالاها مطالعه کردیم، یعنی بازارها. در دستگاه دولت و یا همه اون جایی که کالاها در محدوده دولت میچرخند، نوع ساختار، ساختار روابط داوطلبانه نیست، بر مبنای عنف و زوره. چگونه در اینجا کالاها ارزشیابی میشن؟ کالاهایی که به سهولت میتونن به تصاحب در بیا، یا کالاهایی که به سختی میتونن به تصاحب در بیا. ما برای این به تئوری ارزش احتیاج داریم که ارزش یعنی چی از حیث دولت. و در این مورد یه سری کارهایی قبلا شده بود که کارهای من اینه. بنابراین من هیچ جور دیگه ای جز اونچه که گفتم امروز، راهی که پیشنهاد کردم برای توضیحش، که البته مبادی این راه از زاویه همین قدرت تحرک سرمایه در واقع ریخته شده، مابیلیتی آف کپیتال، و اساسا به نظر من مفهوم بازار جهانی هم بی‌معناست بدون مابیلیتی آف کپیتال. یعنی من یه دریچه ای رو پیشنهاد میکنم برای فهمیدن ما اولین چیز در رابطه جهانی، و به نظر من این مسیری که با برودل ربط پیدا میکنه، با برودل که در واقع حلقه اول سرمایه‌داری رو کالاهای لوکس قلمداد کرد که ارزش نسبت به وزن بالایی دارد، و این باعث شد که اتصال ایجاد کنه. بازار جهانی چیزی جز بیان دیگر همین مابیلیتی آف کپیتال نیست. برای این پاسخ هم به تو هست که تمام اون چیزهایی که تو گفتی راجع به مخارج دولت و برنامه ریزی، اینها خیلی بیشتر با اون تفاوتی که تو میگی، رژیم سیاسی و تفاوتش با دولت ارتباط داره که چه مخارجی برای این درآمدها گذاشته میشه. رژیم ها راجع به این قصه میتونن صحبت کنن. درآمد دولت زمین سفت ماجرا است، و در این مورد دولت ها نمیتونن به اختیار خودشون اقدام بکنن. دولت ها اونجا با کانسترینت روبرو هستن، نه چویس. خب، و البته این درآمدها براشون یعنی یه جایی رو خب طبیعتا در یک محدوده و قلمروی میتونن این درآمدها رو افزایش بدن که سطح تولید به اصطلاح جامعه و سطح توزیع منابع بهش مرتبطه. بنابراین اونجایی که دولت رو ریشش رو به اقتصاد وصل میکنه و دایره عملکرد دولت رو تعیین میکنه، نوع درآمد است. مخارج کلی بحث دیگه داره. من امروز راجع به مخارج دولت مطلقا حرف نزدم، راجع به فقط درآمد ها. شما تمام تئوری اقتصاددانان کلاسیک هم نگاه بکنید، وقتی که میخوان راجع به دولت صحبت کنن، اول از راجع به تکسش، قدرت تکس گذاریش صحبت میکنن. به این معنا هم تئوری اقتصادی دولت محدود نمیشه به تکس، زمین اوله، زمین صفر. بعد البته مخارج دولت، بیشتر از مخارج دولت مداخله دولت در سرمایه گذاری و و و و من حرف زیاد دارم، ولی اونا قصه های دیگه دولت هست. این پاسخ هم به سوال یک هستش. بنابراین یک پرسش دو و سه تو، تئوری اقتصادی دولت از جانب جنبه مالیات من گفتم، تو گفتی جنبه های دیگری هم داره، وام ها رو داره از جمله سرمایه گذاری. حرف سام کاملا درسته. اساسا از این زاویه هم آمدم مالیات رو بررسی کردم، و تئوری ارزش هم تئوری چگونگی اخذ مالیات اساسش اینه، که این تئوری با تئوری ارزش گذاری در بازار به هیچ وجهی نیست. اما راجع به سوال اولت، مسئله ادغام جوانب مختلف نظریه دولت، اون چی که تو در واقع بهش اشاره میکنی به نظرم یه متا تئوریه که برمیگرده به مبانی ماتریالیسم تاریخ، و قبل از این که، و به گمان من، ما قادر هستیم ارتباط ایجاد کنیم بین تئوری اقتصادی دولت با تئوری سیاسی، جامعه شناختی و حقوقی دولت. این امکان پذیر به نظر من اصلا امر غیر ممکنی نیست. اما و
برای اینکه این کار انجام بشه احتیاج داره یک بازنگری راجع به مفاهیم ما در زمینه اون چیزی که قبلا ماتریالیسم تاریخی نامیده میشد، یعنی روابط اجتماعی تولید و نیروهای مولد. خب من تو اینجا حرفای زیادی دارم، از جمله حرفایی که دارم اینه که تعریفی که از نیروهای روابط اجتماعی تولید مارکس میده و در اونجا مثلا عرصه حقوق میشه روبنا یا سیاست میشه روبنا، این نظریه نظریه ناقصیه، نظریه ناصحیحیه و خیلی یک جانبه کرده تولید رو به عرصه دیگه. از نگاه من، و باید اینا رو من دونه دونه برای به اصطلاح دونه دونه بیایم واسه صحبت کنیم، شکل‌های حقوقی تصاحب نقش بسیار مهمی دارن در تعریف مالکیت. نحوهی که مارکس از روابط اجتماعی صحبت میکنه، شکل مالکیت اجتماعی، جدا شدن نیروی کار از وسایل تولید، قادر نیست شما بر این مبنا دوره فئودالیسم رو توضیح بدید. همش در تئوری فئودالیسم به نظر اون کارهایی که پری اندرسون و اینا در واقع کردن راجع به لینیج آف ابسولوتیست استیت، در واقع تبارشناسی نظام های مستبدی، کاملا دقیقه. به این معنا که شما نمیتونید فئودالیسم رو تعریف کنید بدون اینکه سیاست رو وارد بحث کنید یا مذهب رو وارد بحث کنید. در موارد در دوره واقعا باستان هرچه بیشتر اهمیت مذهب و در دوره میانه اهمیت سیاست، ببخشید درست معکوس، زیاد میشه. و خب در اینجا هستش که این بحثی که کدوم روبناست کدوم زیربناست باید عوض بشه. اگر عوض کنیم این جای اینها رو، من در نظریه خود من روابط اجتماعی تولید روابط مالکیت در بر میگیره و رژیم ایدولوژیک سیاسی رو، نه فقط جدایی تولید کننده از وسایل تولید. اون وقت بله کاملا درسته، باید رژیم رو از دولت تفکیک کرد و بُعد اقتصادی رو که توضیح درآمد هاست نه توضیح روابط گروه های اجتماعی متناظر کرد، که هر ائتلاف سیاسی من برای دولت دو تا فاکتور رو واقعا مهم، یکی دولت برای من یه نوع کوالیشنه، یک نوع ائتلافه، یک ائتلاف حاکمه، اون مناسباتی که قدرت رو شکل میده، و دیگری روابطی هست که به لحاظ حقوقی اینا تعریف میکنن برای اداری درآمدهای دولت. خب بنابراین این روابط حقوقی ایدئولوژیک که بین قدرت سیاسی و مالکیت ارتباط قرار میکنه برای من کلیدی هست. بنابراین ممکن امکان پذیره، کار زیادی باید روش انجام بشه، ولی لازمش اینه که ما بتونیم یه نگاه دیگری به رابطه زیربنا روبنا داشته باشیم که اون رابطه گرفتاری زیادی کرد. من این رو به طور ویژه مثلا در مورد همین ماجرای انفال میبینم که چقدر روابط حقوقی و سیاسی میتونن تأثیر داشته باشن در نحوه عملکرد اقتصادی، و بعد نحوه اخذ به اصطلاح مالیات چقدر میتونه متفاوت باشه. من تو صحبت مالیات هم حتما دقت کردی، گفتم کلمه مالیات رو باید به عنوان کلمه چی میگن جبری قرار داد، به عنوان الگوریتم قرارش داد، چون مالیات اشکال مختلفی داشته. مالیات در این حال تارا جزوش بوده، تریبیوت بوده، خراج بوده، مالیات در واقع دومین استیت بوده، مالیات فیسکال بوده. خب مالیات، دولت مالیات و کلمه مالیات جاهای مختلف داره. چجوری میشه تعریف کرد؟ به نظرم دو عنصره، یکی ائتلاف قدرتی که وجود داشته در یک نهاد معین اجتماعی، روابط اجتماعی، یکی فرم حقوقی ایدئولوژی که پیدا کرده برای اینکه این نوع مالیات ها ازش اخذ بشه. خب بنابراین من فکر میکنم برای انجام اون کار ما باید دو حوزه داشته باشیم، یه حوزه عمق بخشیدن به تئوری اقتصادی دولت که به گمان من بی تردید باید از مفهوم مالیات آغاز بشه، یعنی درآمدها نه مخارج، بره برای به اصطلاح فهمیدن نوع وارد شدن مالیات و به اصطلاح در امر سرمایه گذاری عمومی و قرضه دولتی، و از طریق اون در واقع توضیح دادن رابطه نقش دولت با سیکلای اقتصادی. خب به هر حال اون من واردش اون بحث نمیشم که
دولت رو چجوری باید کرد. دولت زمینش مالیاته، ولی برای توضیح دادن رابطه تئوری اقتصادی دولت با سایر جوانبش، گام اول بازنگری در متا تئوریه. منظورم از متا تئوری اون فلسفه بررسی تحول اقتصادی اجتماعی، رابطه آنات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک و حقوقیه. این اگر توضیح روشنتری پیدا بکنه، اون وقت ما میتونیم بگیم که کدوم ها باید نزدیک به هم بشن در چه حدی. در مورد تفاوت بین دولت و رژیم بی تردید با شما موافقم که اینها دو حوزه مختلف هستند. دفعه پیشم یک صحبتی راجع به این داشتم، تکرار نمی کنم چون در این مورد هم رأی است. ممنون رفیق مهداد، توضیح واضحی بود. رفیقمون فرصت شد دوباره برمیگردم من سر بعضی از نکات توضیحشون. رفیقمون صمد علوی، بفرمایید. شما دستتون بالا بود و مدتی ببخشید منتظر شدید، بفرمایید سوالتون یا بحثتون رو مطرح. خودتون میتونید میکروفونتون رو آزاد کنید، اگرم خواستید ویدیوتون هم همینطور. بله، خیلی ممنون. با عرض سلام خدمت آقای وهابی، آقای سالس و سایر حاضرین و تشکر عمیق از این ابتکار. آقای وهابی، من هیچ منتفی نمیدانم که برداشتام اشتباه بوده و ممنون میشم تصحیح بکنید. از یک طرف من فهمیدم که شما دولت به اصطلاح یک ارگان مالیاتگیر تعریف میکنید و از طرف دیگری غارتگر. برای من دشواره که این دوتا مفهوم رو منطبق بر هم دیگر بدانم و ممنون میشم در این مورد توضیح بدید. نکته دوم، معذرت میخوام اگر به اصطلاح چه میگن افاضه است، اما اطلاع دارید که تئوری نوین پولی بر این نظره که دولت اصلا نیازی به مالیات نداره و میتوانه پول چاپ کنه، اگر ساده کنیم نظر این تئوری. در این صورت من فرضم بر این یا نتیجه میگیرم که شما باید به اصطلاح تنش زیادی با تئوری نوین پولی داشته باشید. در هر حال ممنون میشم اگر که نظرتان راجع به تئوری نوین پولی بدید. و سومین سوالی که من دارم این هست، تا حال حاضر من ارزش رو وقتی میشنیدم معیاری برای بیان تنوع قیمت‌های کالاها را می‌دانسته می‌شد، یعنی اهم از این که ارزش تعادلی بین عرضه و تقاضا بدانیم، اگرچه که خود اون یک مفهوم متناقض از کار در می‌آید سرانجام، و یا تجسم میزان کار متجسم در کالا بدانیمش. و به هر تعبیر این دوتا حداقل بیان تنوع کالاها هم هستند، به خصوص میزان کار مجسم یا متجسم در یک کالا. اما تئوری شما برای من توضیح تنوع کالاها رو نمیده، مبتنی بر عدم تنوع، اگرچه که وجود داره، اما در قیاس با تنوع کالاها تنوع تعرفه های مالیاتی قابل مقایسه نیست. بنابراین من میخوام نتیجه بگیرم، آیا باید به ارزش نه فقط به مثابه در تئوری شما به مثابه معیار دیگری برای ارزش، بلکه اصلا به عنوان مفهوم دیگری فکر کرد؟ ممنون میشم از پیشاپیش از جوابی که خواهید داد. آقای علوی، خیلی سوالای عالی کردید، واقعا متشکرم از شما. بگذارید از سوال اول آغاز کنم، به سوال سوم برسم و بعد به سوال دوم برگردم. سوال اول، مفهوم مالیاتگیر و غارتگر یکیه؟ بله، برای من مالیات اصلا غارته و علت این امر در ارتباط هستش با ویژگی دولت.
چیزی که مالیات رو به عنوان یک امر عمومی معرفی میکنه یه فرضه که عمومی بودن و دولتی بودن یکیه، در حالی که به هیچ وجه این فرض صحت نداره. دستگاه دولت که قرار به نیابت از جامعه منافع جامعه رو به اصطلاح به حد اکثر برسونه، در واقع منافع همیشه گروه معینی رو به حد اکثر میرسونه. خب اصلا من به چیزی به نام دولت وقتی هست که قراره از طریق مالیات منافع عمومی رو تعمین بکنه، به این ایده باور ندارم. البته این ایده باور ندارم به لحاظ نظری خب توضیح داده شده، اصلا تئورم غیر ممکن ارو، کنیت ارو، اینو نشون میده که شما نمیتونید بگی که دستگاه دولتی در واقع میاد منافع عموم جامعه رو به نمایندگی عمومی جامعه به حد اکثر میرسونه. دستگاه دولت که به نیابت از جامعه شکل میگیره، منفعت یا نهادهای شاکله دولت رو به حد اکثر میرسونه، یا نهادهای لابی هایی رو که رو دولت اعمال نفوذ میکنن رو به حد اکثر میرسونه. اتفاقا اینجاست که حلقه واسطه بین تئوری جامعه شناسی سیاسی دولت و اقتصادی دولت است. اینه که آره کاملا دولت درست میگه. من اساسا به این معنا نگاه من در بنیاد خودش نگاه به اصطلاح چی میگن آنارشیستی از دولت. همه دولت ها بدون استثنا غارتگر. البته در این مفهوم از آنارشیست باید بگم کارل مارکس سهیم بوده، اساسا برای مارکس شکلگیری مالیات یعنی غارت، آنارشیست ها سهیم هستن، فقط و فقط گروهی از به اصطلاح جریانات هستند که فکر میکنن دولت واقعا منفعت عمومی جامعه رو نمایندگی میکنه و مالیاتی هم که اخذ میکنه در خدمت منافع عمومی. من بر این باور نیستم. این دو یه انتخاب، یه گزینش مهمیه که شما به درستی سعی کردید توی ذهنیت من روشن کنید. من با آنارشیستا کاملا همدلم در فهم این نکته که دولت اساسا بر مبنای قارت، یعنی دولت که به نام و به نیابت از جامعه قرار منفعت عمومی رو به حد اکثر برسونه، یک دروغ محض. تئوری به اصطلاح نظری هم کاملا براش وجود داره که این دروغ محض. تئوریش در اقتصاد معروفه به Arrow's Impossibility Theory. فرصت ندارم اینجا توضیح بدم، ولی اساسش اینه که شما نمیتونید فرض رو بر این بذارید که یه دونه فانکشن وجود داره، یه تابعی وجود داره که تابع جمعی باشه که دولت به نیابت اون داره انجام بده. نه، دولت ها علل اصول چه مطالعه ایمپریکال بکنید مشخص بکنید، چه مطالعه نظری تئوریکش رو بکنید، دولت ها یا منافع شاکله دولت رو بعد اکثر میرسونن، مثلا منفعت ارتش رو، منفعت بروکراسی رو، منفعت سیاست مداران رو، یا منفعت گروه هایی که نزد اونا دارن لابی میکنن. خب و این گروه های لابی میتونه گروه لابی برای کمپلکس صنعتی نظامی باشه، میتونه لابی کردن برای شرکت های دارویی باشه و قص الهازه. بنابراین درست میگید. دو نگاه در اقتصاد به دولت هست. یک نگاه که میگه یه نوع قرارداد اجتماعی بین مردم و دسته حکام برای خیر جمعی، و یه نگاه اینه که میگه آقا جان نه، دولت یک ابزار تصاحب ارزش اضافی است. این دوتا نگاه یه انتخاب ویژه کردم و خیلی از شما من ممنونم که این رو به صراحت به صورت یه پرسش مطرح کردید که چرا اینجا مالیاتگر و غارتگر یکی شده. اصلا مالیات برای من یه غارت، یکی از اولیه ترین شکلهای غارت در تاریخ بشر مالیات، و این رو خب هم مطالعات ایمپریکال میتونه نشون بده که اصلا ربطی نداره به اینکه یه جمعی جمع شدن و منافع جمعی رو تشکیل دادن، مالیات تشکیل. در تمام نظام های همبایی اولیه ما چیزی به نام مالیات نداریم. دوم، در مورد معیار تنوع قیمت کالاها گفتید ارزشه. خب این در مورد دولت هم صادقه. این اصلا اینجوری نیستش که در مورد تنوع کالاها. چرا میفرمایید که در مورد کالاها تنوع نیست؟ من همین الان یه جدول خدمتتون آوردم، لااقل چهار مقوله کالاها رو از همدیگه تفکیک کردم. کالاها در نگاه دولت بر حسب اینکه چقدر تحرک دارن، مابیلیتیشون چقدره و چقدر قدرت مصادره
به لحاظ سهولت یا سختی دارن سنجیده میشه و این یه امر متحول شونده است. شما به یه سری از کالاهایی رو داشتید که در گذشته اصلا متحرک نبود، از جمله زمین. زمین در گذشته ابدا تحرک نداشت، ولی هرچه گذشته زمین داره متحرک میشه. از چه طریق؟ از طریق مثلا اینکه سرمایه گذاری رو زمین بیشتر میشه، اهمیتش به نسبت مالکیت انحصاری زمین افزایش پیدا کرده و بنابراین خرید و فروشش در ارتباط با کالاهایی که تولید شده در اون کشور نیستن، از بیرون اون کشور هستن در واقع انجام میشه. حالا یا چه به دلیل توریسم که بازار سیار مسکن رو شما دارید، چه به دلیل سرمایه گذاری دلوکالیزه شده هستش که زمین در واقع وارد هرچه بیشتر به یه نیروی متحرک تبدیل شد. بنابراین نه، به همون اندازه شما در مورد مالیات ها همینطور، تعرفه های گمرکی یه بخشی از مالیات ها هستن برای کالاهایی که بیشتر وارد صدور و ورود خروج قرار میگیرن و یا کالاهایی که ما میخوایم به یه نحوی جلوی خروجشون رو بگیریم. بنابراین من مطلقا این حرف شما رو نفهمیدم که در مورد کالاها عدم تنوع وجود نداره. نه، بسیار در مورد کالاها تنوع وجود داره، از حیث چگونگی مالیات، اخذ مالیات و نیز چگونگی سیاست دولت های مختلف. اصلا تمام تئوری تایپ باوت، تئوری در واقع مالیات سنجی برای مبناست که چگونه شما میتونید بر مبنای یک ایالت چگونه میتونه اون ایالت رو جذاب کنه، از طریق ارائه کدوم نوع خدمات که کیفیت به اصطلاح رقابتی کالا رو ببره بالا، چقدر میتونه در کدوم حوزه ها تخفیف های مالیاتی بده تا بتونه سرمایه جلب کنه. بنابراین نه، هم تنوع داره. و آیا مفهوم ارزش یه چیزی هست که کلمه value، اینو مارکس در کاپیتال اینو داره اشاره که value و worth، و کلمه تکس رو اشاره نکرد. تکس یا تکسار هم دقیقا استیمیت و ولیو کردنه. ما باید برای این هر کدوم از این کلمه ولیو، ورد و تکس اصطلاحاتی بیاریم، ولی مفهوم تخمین زدن و ارزیابی کردن بیش از همه در مفهوم تکس است از قرن 14 به این طرف. بنابراین قبل از اینکه ما تئوری ارزش کالا در بازار داشته باشیم، ارزش در مالیات رو داریم. خیلی تئوریش قدیمی تره تا کالاها. حالا چون در دوره اخیر ما مثلا بحثای در مورد ارزش و بازار و اینا داریم، تازه امروز فقط ارزش های بس میکنیم به بازار، ولی با ارزش قبل از هر چیز با خود منطق دستگاه دولتی مرتبط بوده. و متاسفانه چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما فراموش میکنیم که هر مفهوم ارزش که یه مفهوم اقتصادیه به وسیله یک نهاد مقید و مشروط میشه. تقدم میدیم به کاتگوری اقتصاد و نمیدونیم که هر مفهوم اقتصادی توی نهاد معین ایجاده. مثلا در نهاد بازاره که خرید و فروش توزیع دهنده ارزشه، عرضه و تقاضا. ولی این در مورد رسیپروسیتی در درون یک قبیله که اینجوری ارزش تعریف میشه، و اینکه اونجا ارزش جنبه اجتماعی بیواسطه پیدا میکنه. یا در مورد یه دونه دولت، اون چیزی که ریدیستریبیوشن به قول کارپولاری، تجدید باز توزیع هستش، خب ارزش اصلا یه ساختار نهادهای دیگه ای رو در اونجا هست. نهادها اینجا عمودی هستش، نه افقی، برخلاف اون چیزی که تو بازاره. بنابراین یه جور دیگه ای دیده میشه مفهوم ارزش برای جابجاییش تو چارچوب بازار. بنابراین نه، هم متنوع، هم مفهوم ارزش اصلا مقدمتا در واقع مفهومی هستش که از ارزش در واقع اون گابریل تارد رو من آوردم، بوتی ولیو آف کامادتی نسبت به مارکت ولیو آف کامادتی. میرفتن جنگ، شما گرابر رو دارید، کتاب های گرابر رو در مورد رابطه پول و مالیه که چگونه در واقع مثلا از غارت بازار شکل میگرفته، چگونه مثلا طلا رو میآوردن، چگونه بعد طلا رو وقتی خورد میکردن سربازا و غارت میکردن میشد یه وسیلهی برای گردش سکه ها در بازار و غیره. کاملا این تنوع مفهوم ارزشی رو در مفهوم غارت میبینید که چقدر اصلا مبانی شکل گرفتن ارزش در غارت پدید اومده. اما تئوری نوین پولی که نیازی به در واقع مادیات نداره، هر پول چاپ میکنه دولت، خب من به تئوری نوین پولی به هیچ وجه باور ندارم. این کاملا درسته. من فکر میکنم که توی نگاه به اصطلاح من از دولت،
دو تا بحثه که تئوری نوین پولی چه هست، نه فرصتش داریم نه اینجا جاشه که چرا قبولش ندارم. و خیلی فکر میکنم خیلی از اقتصاددونا تئوری نوین پولی رو با پنست میگیره و به این راحتی نیست. البته من از شما ممنونم شما مطرحش کردید و منم موضع گیری میکنم، ولی به همان اندازه که شما مطرح کردید فقط میتونم موضع گیری کنم. لازمه اینه که اصلا بریم تئوری پولی چه هست، تئوری پولی نوین چه هست. ولی اونچه که من به طور قطع میتونم بگم اینه که آقا کم بوده دفیسیت بودجتر به اصطلاح چی میگن کسری بودجه آمریکا یه فاکتور غیر قابل انکار در فهمیدن سقوط و ضعف امپراتوریش. به همون اندازه که نشانه قدرت پولشه، به همون اندازه این کسری بودجه دولت آمریکا یه فاکتوره. اگر شما میگید دولت نیازی به مادیات نداره، خب خیلی ساده دارید در واقع اهمیت مثلا کسری بودجه آمریکا رو در تحلیل های اقتصادی تقریبا معادل صفر میکنید. نه، خیلی اهمیت داره آمریکا چقدر کسری بودجه داره. همونقدر که مهمه کسری بودجه دولت فرانسه چیه و این ائتلافی که اخیرا ایجاد شد در فرانسه در ماه سپتامبر چوری میخواد با این کسری بودجه برخورد کنه. این کسری بودجه دولت ها به هیچ وجه هنوز ما از طریق نه بیت کوین ها میتونیم حل و فصلش کنیم، نه از طریق قدرت مداوم قرضگیری، نه از طریق تغییر نرخ بهره تیلو، نه اینا هیچ کدومش در واقع باعث این ماجرا نشد. همچنان مسئله اخص مالیات، البته خدا کنه حرف این کسانی که تئوری نوین دولت میگن درست باشه، دولت ها تا بتونن اون مقروض باشن و تا بتونن هر چقدر میخوان کسری ایجاد کنن، اگر یه همچیز درست بشه واقعا ما خیلی سریع میتونیم به بهشت نزدیک بشیم. نه همچیز رو من بهش بهش باور ندارم. دوستان من دست کسی رو بالا نمی بینم، اگه کسی بحثی داره سوالی داره لطفا دستش رو بالا کنه. میدونم خیلی هم دیر شده، حتما رفقا دیگه میخوان برن. بله الان در 20 دقیقه بیشتر به وقت بودم ندارید. رفقا دست کسی بالا نیست. اگر خسته نیستی رفیق مرداد، من از فرصت باز استفاده کنم یه سوال دیگه مطرح کنم. 100% 100% تو را بس. ادامه همون صحبت قبلی مونه از جنبه همین تعریف اقتصادی دولت. خود شما هم باز تو بحثتون اشاره کردید یه نقش دولت در میانجیگری بین طبقات متخاصم، یعنی دولت سرمایه‌داری یه تفاوتی با دولت‌های ما قبل سرمایه‌داری داره که دولت سرمایه‌داری در واقع باید انقدر تو سر سرمایه‌دارای منفرد هم بزنه تا اینا منافع عمومیشون رو تشخیص بدن. خود بورژوازی هم منافع عمومیش رو در واقع از طریق دولت به یه شکلی تشخیص میده و تو این نبرد برای فهموندن به اصطلاح منافع عمومی طبقه به خود طبقه، دولت گاهی دیدیم مجبور فراتر بره از منافع بخشای ویژه سرمایه داری، از منافع کوتاه مدت سرمایه داری. این جنبه رو به خصوص تو دولت مدرن میشه دید، دولت سرمایه داری میشه دید. دولت های قبل همون فودالا خودشون هم دولت بودن، همون کسایی که مالیات ها رو میگرفتن خودشون هم دولت بودن، در واقع خودشون هم طبقه حاکمه بودن، خودشون هم همه چی خودشون بودن. بنابراین تمایز اینجوری بین رژیم سیاسی و دولت هم به معنا وجود نداشت. و در دولت سرمایه‌داری چون این نقش رو سرمایه‌داری داره که در مقابل رقابت سرمایه‌داری منافع عمومی این طبقه رو به اصطلاح بتونه معرفی کنه، به قول مارکس کمیته اجرایی طبقه سرمایه دار باشه، این نقش گاهی وارد حوزه مثلا مبارزه طبقاتی هم میشه دیگه. در مبارزه طبقاتی سرمایه داری میخواد انقدر مزد و پایین ببره که حتی زیر اون مینیمومی که از نظر جسمی و فیزیکی لازمه ببره، که خیلی جاها میبینیم برده نقدن این کار رو در به اصطلاح کشورهای عقب افتاده تر در خیلی جاها عملا این کار کرده و میکنه، هر روزم بیشتر هم میکنه، به صورتی که ما الان بیش از شاید 2 بیلیون
انسان در این دنیا داریم که زیر خط فقرن یا اصلا هیچ درآمدی ندارن از هیچ. برای من یه جنبش. و یه جنبه دیگه اینه که در این نبرد گاهی مثلا میگم اینکه طبقه کارگر بالاخره برای اینکه بتونه به خصوص تو این دوره سرمایداری که علم و وارد صنعت بسیار شده، به صلاح کار، مهارت کار مسئله مهمی شده، به صلاح نگهداری از یک سری به صلاح منابع کار برای کل جامعه سرمایداری خیلی مهمه، ولی برای تک تک سرمایدارا ممکنه مهم نباشه که بالاخره این فرزندان کارگرها باید آموزش ببینن، باید بهداشت مجاری داشته باشن، باید یه حق بیمه داشته باشن. خیلی این چیزها رو خود سرمایدارا که نمیفهمن اول کار، همونطور که حتی حق رأی همگانیش رو سرمایدارا نفهمیدن اول کار، با اینکه به نفع نظام سرمایداری است در دراز مدت همینطور که میبینیم بوده، ولی جنگیدن سر اینکه به اصطلاح رضایت بدن به یه همچین امتیازاتی. و خب توی این وارد ما حوزه نبرد طبقاتی میشیم، یعنی خیلی جا طبقه کارگر مثلا برای بیمه اجتماعی جنگیده، ولی در تحلیل نهایی باید این بیمه اجتماعی، قانون بیمه اجتماعی رو به دولت تحمیل کنه دیگه، در اینکه سعی کرد از طریق مداخله در رژیم های سیاسی در واقع این حق رو به اصطلاح تحمیل کنه، با اینکه به نفع سرمایه داره، ولی به جنگ طبقه کارگر بوده که تحمیل شده اینجا. اون وقت این مسئله استفاده از دولت برای به اصطلاح طبقات فروده است یه مسئله بسیار کنکرتی میشه دیگه، یعنی اینجوری نیست که آدم بگه به هیچ وجه نباید استفاده کرد از دولت برای پیش برد منافع. چرا؟ بالاخره یه سری از این اصلاحات، یه سری از این به اصطلاح حقوقی که طبقه کارگر و مردم به طور کلی به دست آوردن از طریق همین نبردها با دولت عاقبت به اصطلاح تحقق پیدا کرده. یعنی این تناقض خیلی جالب دیگه، از یه طرف در واقع شما باید بجنگی برای اینکه یه چیز ساده معقول برای خود سرمایداری هم معقول، خیلی از خود سرمایدارا هم امروز اینو فهمیدن، باید بجنگی مداخله کنی، قدرت سیاسی رو سعی کنی بس زیر فشار بذاری، حتی بگیری دست خودت برای اینکه اینو تحمیل کنی. یعنی از این لحاظ نمیشه بس زیر سوال برد مداخله نیروهای سوسیالیستی، نیروهای چپ، نیروهای کارگری در سیاست، در انتخابات، در مداخله در به اصطلاح تعیین رژیم های سیاسی. من فقط این بابت سوال کردم که یه مقدار تو صحبت قبلی شما به خصوص موقعی که به این اشاره کردید شاید یه سوء تفاهمی ایجاد بشه که هیچ اگه مفهوم دولت رو بذاریم کنار، رژیم سیاسی رو در نظر بگیریم، یعنی جریانی که بتونه یه قانونی رو به صلاح عوض کنه، یه قانون دیگر رو مستقر کنه، اون تناسب قوایی که لازمه در سیاست برای اینکه این عمل انجام بشه، شما در ضمن این رو دیگه نمیتونیم بگین نباید مداخله کرد توش. من خواستم فقط روشن باشه برام که شما هم منظورتون این نبود، همین اینو گفتم. فرصت استفاده کنم، دفعه پیش یادم رفت سوال کنم، این دفعه سوال کنم. تو رو عزیز به نظر من تو نکته ای رو که راجع به نقش میانجیگری دولت در واقع مطرح میکنی نقش کاملا، یعنی نقش، یعنی تاکید به جایی هستش و به خصوص سر رقابت هایی که بین بخش های خود طبقه سرمایدار میتونه به وجود بیاد که دولت میتونه ورای اونها، فرای اونها یه اقداماتی رو انجام بده، در واقع یک فاکتور بسیار بسیار مهمیه. من نگاهم اینه که به یه معنا در مورد نقش دولت، دولت ظاهرا قراره که بیان یک جمع باشه، عمومیت باشه، بازتاب یک منفعت عمومی در جامعه باشه، ولی به قول مارکس، و فقط مارکس در این زمینه تنها نیست، باکونین و غیره هم همینه میگفتن، در این حال دولت نقشش مرتبا منفردسازیه.
به جای جمع سازی تجمیع، وساطت برای تجمیع در این حال یک نقش معینی داره برای منفرد سازی تا به مدد این منفرد سازی خودش جای اراده کامن رو بگیره، پابلیک رو بگیره. مهم اینه که چی داده میشه و چی پس گرفته میشه. خب و اتفاقا در اینجاست که به نظر من اهمیت پیدا میکنه ما یه تفاوت دائمی بین پابلیک و استیت بگذاریم. خب من مثلا برای نمونه میارم مالیات بر درآمد. واقعا تاریخ جنگ جهانی اوله که مالیات بر درآمد رو شکل میده و اصلا اون چیزی که به عنوان دولت های رفاه مطرح شد یا سوشال استیت در واقع ولفر استیت مطرح شد محصول دو جنگه و در ارتباط با اون مالیات خونه. یعنی دولت باید یک عاملی باشه برای ادغام کردن یا اون سوشال فرکچر رو در واقع حذف کنه، یه جوری جامعه رو منسجمتر کنه، کویژن ایجاد کنه. اصلا دولت اجتماعی یا سوشال سیتیزنشیپ بر این پایه شکل. معادل این و برابر با این این بوده که نقشی رو که به طور مستقل نهادهای کارگری و همبستگی میتونستن چه به صورت تعاونی ها چه موتوالیست ها و غیره بودن اونها رو ازشون سلب کنه. خب اون چه که محل به اصطلاح پرسش و چالش و نقد من هست نه اینه که ما به سمت یک رشته از خدمات اجتماعی رفتیم که قبلا نبود در نظر دولت و دولت ها نمیتونن نقش بازی کنن، ولی بحث بر سر اینه که ما سیستمی رو اداره کنیم مثل نظام سجته بعد از جنگ جهانی دوم که خودش سوشال سکیوریتی رو اداره میکرد، دولت به اون کمک میکرد، نه اینکه این درآمد شب تبدیل شده بود به مالیات که دولت به جای سجته داره دستگاه اداره میکنه. یعنی اون چه که برای من مطرحه به عنوان کسی که با طبیعت غارتگر دولت روبرو هستم رابطه نهادهای کلکتیو با نهادهای دولتی. من از این که نهادهای دولتی رو میشه ملزم کرد فشار آورد در جهت خدمات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت اقدام بکنن به هیچ وجه مخالف نیستم، ولی برای من همون اندازه که آموزش پرورش باید بشه نهادی مستقل از دولت و اداره شونده کسانی که دستگاه آموزشی رو در دست دارند و همینطور که خدمات و تأمینات اجتماعی به نظرم به وسیله کارگران باید اداره بشه، ولی هیچ مانع از اون نیست که این دستگاه دولتی به اینها یاری رسان باشه. به بار دیگر من در نگاه من دولت باید اتفاقا کوچیک باشه، دولت اتفاقا باید کوچیک باشه، ولی نهادهای کامن، نهادهای خودمدیریتی اینا هستن که باید تقویت بشن. و اگر ما دولتی کردن و معادل اجتماعی کردن بکنیم راهی رو در پیش میگیریم که به نظرم راه سوسیال دموکراسی و اعصاب کمونیست بوده که تا امروز رفتیم. اینه در واقع به گمان من گره ما، تعریف رابطه کامنز با استیت، تمایز دادن بین دولت و به اصطلاح نهادهای سوشال. از این زاویه من واقعا فکر میکنم سوالی که دوستمون صمد علوی کرد که آیا مالیاتگیر و غارتگر یکیه و من پاسخم آری بود، از این زاویه های زحمه، ولی به هیچ وجه بر این باور نیستم که میانجیگری نقش دولت در واقع ایفا میکنه. با تو موافقم که به خصوص در دوره معاصر نقش خیلی زیاد شد، ولی حتی در دوره فئودالیسم در غرب نقش کمی نداشته میانجیگری های دولت و حتی در دوره های باستان. اگر نقش مثلا کاست روحانیت ساسانی رو نگاه بکنید در به اصطلاح شکلی یک نوع کویژن، سوشال کویژن، یا کاهنان رو در مصر باستان، اونا هم نقش زیادی داشتن در همین کویژن سوشیال. یعنی واقعیت همینه که به نظر من اون کار کردی که از نگاه حقوقی دولت به عنوان سوشال کانترکت بهش میگه، یک جوری نقش دولت رو ما در زمینه یک جور کویژن میبینیم. حالا این در دوره جنگ به صورت که دادن یک کامیونیتیه که خیلی واضح میاد که ملت قرار بسیج بشه در مقابل ملل دیگر، فاکتور نقش اصلی این چیزی که تو گفتی به عنوان هماهنگی بین طبقه بورژوا من عامترش میکنه. اصلا دولت اونجا خودش رو داره توجیه میکنه و به این معنا من گفتم در یه سخنرانی دیگه بود در این نفر که گفتم که
دولت اساس دولت ایدئولوژیک بی خوده. اساسا دولت نحوه عملکردش ایدئولوژیکه، برای اینکه منافع اقلیت رو میخواد به عنوان منافع اکثریت نشون بده، منافع یک گروه رو که لابیش است در دولت میخواد به منافع عمومی نمایندگی بکنه. خب بنابراین یکی از ویژگی‌های دولت اینه که همیشه به نام تجمع، ادغام، کوهیژن صحبت میکنه، ولی خودش همیشه عامل تفرقه و این دوگانگی رو با هم میسازه، استیتیزیشن و اندیویدوالیزیشن، دولتی کردن و منفرد کردن. و به نظر من اینجا اون عرصه ای رو که در دوره معاصر به ویژه ما میتونیم و باید روش کار کنیم و به گمان من ما این پروژه رو ول کردیم از دهه 70. من تو سخنرانی اولم راجع به اون چیزی که گفتم اوروکومونیسم و غیره عم داشتم، یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم رفتیم با همون مفهوم دولت به اصطلاح چیز دولت رفاه و با این ایده دولتی شدن گفت چرا غارت کرد چه خیلی هم خدمات عمومی میکنه و غیره. این ماجرا که نه، اصلا اون خود اون اصلا برمانه غارت بود، اون دولت رفاه برمانه اون جنگی بود که در جنگ اول دوم انجام داده بودن و حالا میخواستن در واقع بهای مالیات خون رو به صورت دولت رفاه معرفی بکنن و هیتلرش هم دولت رفاه میخواست ایجاد بکنه. خب خیلی هم پیشرفته تر از دولت رفاه آیزنهاور. اینا به نظر من نکاتی که به نظر اون وقت به عنوان آلترناتیو چپ باید نگاه کرد، جایگاه کامنز در برخورد به نحوه اداره کردن خدمات اجتماعی و تأمینات اجتماعی که من فکر کنم بحث بازی میانه باید چپ ها باشه. وقتی هم میگم چپ ها فقط مارکسیست ها نیست، آنارشیست هاست، چپ هاست، حالا چپ ها با انواع گوناگونش از چپ سبز گرفته، چپ نمیدونم آنارشیست گرفته، چپ به اصطلاح مارکسیست گرفته، انواع مختلفی که میتونه چپ وجود داشته باشه. ولی من فکر میکنم یکی از موضوعات ما چگونگی فهمیدن رابطه کامنز با استیت و اگر اینو به استیت فقط تحلیلش بدیم مسئله میانجیگری رو دچار مشکل میشیم. و آره نقش موثر در زمان پاندمی کرونا چگونه توضیح کاملا ما برای حل پاندمی کرونا احتیاج داشتیم دولت‌ها اتفاقا کلی شرکت های فارماسوتیکال رو غنی کردن. اتفاقا بررسی کنیم چه همین پاندمی چه وسیله خوبی برای غارت شرکت های چیز شد، شرکت های در واقع بزرگ کورپوریشن ها شد که نزد دولت ها امکانات زیادی پیدا کردن برای لابی کردن و اینا. نه من فکر نمی کنم نحوهی که ما با پاندمی رو نحوهی که باید پاندمی رو بشه قطعا باید اراده جمعی باشه، ولی لزوما این دولت نیست که به بهترین شکلی اراده جمعی رو اومده اجرا کرده به هیچ وجه. اتفاقا بس بر سر اینه که این نحوهی که این دولت داره مداخله میکنه از جمله در اداره پاندمی چه جوریه. من نمیگم که برای حل مشکلی مثل پاندمی احتیاج به مداخله جمعی نیست، بحثم چگونه سازمان دادن مداخله جمعیه و اتکا به دولت یا عدم اتکا به دولت. خب این مسئله به اصطلاح نه اقتدار دولتی شرط موفق غلبه بر پاندمی نبود، نه کاملا میتونست کمون ها با همدیگه این اقدام رو بکنن برای جلوگیری از پاندمی و اگر چیزی به نام کمون ها وجود داشت. اساسا این دولتی که مثلا برای نمونه من برای فرانسه دارم میگم، دولت بعد از جنگ اصلا هیچ دولتی نبود، سازمان رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، بهداشت اجتماعی، سازمانی بود که وسیله کارگرای داره میشد و به وسیله سندیکای کارگری سژته. هیچ رفتی به دولت، دولت باید 40 سال میجنگید تا این به اصطلاح سازمان تأمینات خدمات اجتماعی در فرانسه رو زیر نگین خودش می آورد. هیچ من دلیل نمیبینم که حتما ما به دستگاه دولتی برای اداره امور احتیاج داشته باشیم، برای بویژه برای خدمات تأمینات اجتماعی و آموزش پرورش. بحث دیگری هست برای بدیل قصه ساختن، ولی اتفاقا من صحبتم اینه که چرا اهمیت داره که روی این نکات هم مکس کنه که نقش این دولت، دولت‌های اتفاقا در جلوگیری از پاندمی چقدر به نفع کی بود، به چه شکلی انجام شد. اما کمونا کجا هستن؟ کمونا همه جا هستن، به اشکال مختلف کمونا همه جا هستن. شما به انواع مختلف شهرداری ها دارید، کمونا دارید، توی فرانسه به وسعت وجود داره، توی اسپانیا به همین ترتیب،
وجود داره، توی نظام فدرالی به اصطلاح سوئیس وجود داره. این اینجوری نیستش که اصلا وجود نشه. کمون ها اتفاقا یه قصه بسیار مفصلی رو امروز در اداره به اصطلاح نهادهای اجتماعی و خدمات اجتماعی دارن. و من فکر میکنم تو این زمینه دوستانی که سوال رو میکنند واقعا خوب هستش این کتاب توماس پیکتی رو در مورد ایدولوژی و سرمایه نگاه کنن، براش نمونه های فراوانی میده در اداره دانش خدمات دانش بنیاد که چقدر به اصطلاح میتونه به صورت کامن در واقع اداره بشه خیلی از این چیزها. ممنون رفیق مهداد. سمد عزیز دستشون بارداست، بفرمایید رفیق سمد. خیلی ممنون رفیق مهداد فکر کنم این سوال آخر باشه، بعد از این دیگه زحمت بیشتر به شما نخواهیم داد، قول میدم. بفرمایید رفیق سمد. خیلی خیلی ممنون مهداد جان، از شما خیلی ممنون. سوال دوم رو من منظورم رو نرساندم مهداد جان. با یه آنالوگی با تئوری ارزش مارکس من سعی میکنم منظورم رو بفهمم، متوجه بیان کنم. من اونجوری میفهمم ارزش مطابق با تئوری ارزش مارکس، ارزش یک کالا تناسب دارد با کار متراکم در آن. آیا من مجاز هستم تئوری مهداد رو این بفهمم؟ ارزش یک کالا تناسب دارد با مالیاتی که به آن بسته می شود. امیدوارم این بار روشن باشه. کاملا روشنه. اینجوری عرض می کنم خدمتتون. من البته در مورد اینکه ارزش کالا با میزان کار متراکم در اون کالا است موافق نیستم. فکر می کنم اینجا اتفاقا در همون فصل اول کاپیتال یه گرفتاری جدی شکل گرفت. ارزش متراکم در کالا همون نظریه ریکاردو بود. من فکر میکنم ما بیهوده از آدام اسمیت فاصله گرفتیم، چون ارزش متراکم در یک کالا رو نمیشه به شکلی که مارکس گفت اندازه گیری کرد و هرگز تئوری قیمت هاش دارای معنا نمیشه. علیرغم تمام تلاشایی که شده، باید ارزش کالایی که در یک کالا تجسم پیدا کرده در بازار سنجید باز. یعنی اون ورود در واقع آدام اسمیت رو من به ورود ریکاردو ترجیح میدم. بهترین شکلی که تئوری ریکاردو بازسازی شده توسط تئوری نئوریکاردیان سرافا هستش که سعی کرده بیاد یه چیز غیر قابل تقلیلی رو برای ارزش جای پیدا کنه و نتونستم. کالایی که ثابت باشه بر مبنای اون این چیزی که به طور داخلی منسجم شده رو پیدا کنه. ولی من میفهمم بگیم ارزش یک کالا در بازار مقدار کالای متجسم درونه به نحوی که در بازار ارزیابی میشه. اینو میفهمم کاملا. دو، در نگاه من چیه؟ نگاه من اینه که این نظریه ارزش، ارزش در بازاره. نظریه ارزش در چهارچوب یک نظام آمرانه دستوری مطابق دولت تعیین میشه به واسطه امکان اکسیت آپشن اون کالا. اگر اکسیت آپشن داشته باشه ارزش اون کالا به وسیله اکسیت آپشنش تعریف میکنه، اگر نشه ارزش اون کالا بر مبنای قدرت مصادره ای دولت تعریف میشه. بنابراین در اینجا شما تعریفی که برای دستگاه دولت و ارزش کالا در دولته یه چیزی دارید به نام اکسترنال یا اکسیت آپشن آف ولیو که در تئوری بازار ندارید و این تفکیک رو ایجاد میکنه نسبت به تئوری ارزش در چهارچوب دستگاه. به عبارت دیگر ما در مورد مقدار تولید ارزش صحبت نمی کنیم، در مورد توزیع ارزش داریم صحبت می کنیم و اون یه تئوری میخواد برای خودش چگونه دیستریبیوت میشه، توزیع میشه ارزش، نه اینکه چقدر تولید میشه. تولید ارزش بحثی برای خودش داره که اونم هر دوره تاریخی برای خودش با اشکالی که تولید میشه تفاوت داره، ولی تو نحوهی که ارزش مبادله شده توزیع شده اونه که باید برای ما تعیین بکنه که ما چگونه ارزیابی میکنیم ارزش اون کالا رو و به اون معنا اعتبار بدیم. شما یه خونه ای رو دارید، خونه رو دولت متصاحب میشه به قیمت 100 تومن،
در حالی که قیمت بازاری همون خونه هستش 1,000,000 تومن. خب این دو تا ارزش متضاد با هم نیستن، دو تا ارزشن در دو نوع نهاد مختلف. ارزش گذاری بر نهاد در نهادهای مختلف جورای مختلفیه و تعاریف مختلفی طبعا داره. امیدوارم من تونسته باشم حرفم رو حساب بزنم، برای اینکه سبد عزیز تو حرفت رو خیلی روشن زدی و من باید اینجا تلاش بکنم که حرف خودم رو منتقل بکنم به روشن. زنده باشی و فوق العاده ممنون. خواهش میکنم سبد. تشکر رفیق مهداد، تشکر رفیق صمد و تشکر از همه رفقا که تا این ساعت با ما بودن. امیدوارم که مثل من از این صحبت عالی رفیق مهداد بهره برده باشم. بحثی است که ادامه داره، امیدوارم حالا از یه زاویه دیگه دوباره به این مسئله برگردیم با حضور رفیق مهداد. فقط در خاتمه بگم که جلسه هفته بعدمون رفیقمون مراد فرهادپور رو داریم که میخواستن پاسخی بدن به نقد آقای صداقت در همین فورم کردن. قرار بود این جلسه هفته پیش باشه که متاسفانه برخورد به ماجرای ترور رهبر حماس در تهران و خلاصه اینترنت و موبایل ایشون و مدت کار نمی کرد و نتونستن بیان با ما باشن. به هر حال این بحث رو انداختیم هفته بعد. من ممنونم از همه رفقا، شب بخیر میگم به همه. اگه کسی صحبتی چیزی نداره من فقط یه چیزی میخواستم تشکر کنم از همه دوستانی که تا این موقع، از خود رفیق تراب، از رفیق جمال برای تمام تدارک و توضیح این کار، و از همه بچه ها و دوستانی که اینجا هستن و تا این موقع حوصله کردن و دنبال کردن این صحبت ها. کاملا درسته، به هیچ وجه ادعایی نیست که این صحبت های نهایی است، فقط پرسش های جدیده و دریچه های تازه‌ای برای گشودن یه سری از نکات. همین.